نه راجوری بودم خانخانده شو هم نفرهای دیگه بعضی نفرهای دیگه سرش راجوری کرده بود دیگه رفتم اونا رو دستگیر کرده بش مرگی موش بود چی بود دوای داده بود که در خزندان ایمون و دبه دادو دوا داده بود نشف خونه جان داد. پلیس طالبان در کابل کشته شدن هورا سادات را تایید کرد. طالبان دو نفر را به اتهام قتل هورا سادات دستگیر کردند. تا آخر با ما همراه باشید و برای حمایت از ما علامت سابسکرایب را فشار دهید. سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای چینل گلب خوش آمدید. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که نیروهای آنها دو نفر از جمله یک زن را به ظن قتل او دستگیر کردند. آقای زدران گفت که هورا سادات 3 روز قبل روز دوشنبه 30 اسد در کابل از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده است. داد ویدیوهایی از کابل تهیه می کرد و در یوتیوب چینلش منتشر می کرد. سخنگوی پلیس طالبان جزئیات بیشتری ارائه نکرده است ولی افزوده است که تحقیقات درباره چگونگی و عاملان قتل او جریان دارد. آقای زدران در پستی روی اکس نوشت: در کمال تأسف 3 روز پیش به نام هورا سادات یک دختر خانم یوتیوبر در حوزه اژدهام کابل به قتل رسیده است. پلیس در مرحله نخست بررسی و اتهام این قضیه به شمول یک زن و 2 تن دیگر را دستگیر کرده است و بازجویی ادامه دارد. جزئیات بیشتر بعداً شریک می شود. در روزهای گذشته شایعه قتل او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شد، اما پلیس طالبان امروز آن را تایید کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، شماری از جمله برخی خبرنگارانی که کارشان را از دست دادند با براندازی کانال‌های یوتیوب روی آوردند. در این میان شماری از زنان از جمله هورا سادات نیز با افراد مختلف در کابل و شهرهای دیگر مصاحبه می‌کرد و آنها را روی کانال یوتیوب خود منتشر می‌کرد. برخی از یوتیوبرها در افغانستان پس از تایید خبر مرگ هورا سادات با انتشار ویدیوهای ابراز تسلیت و تأسف کردند و از مسئولان خواستند که عاملان قتل او را پیدا و مجازات کنند.